استادیارت مشکلت کامیز داره اینجا هستم شریف BSMS PhDشون رو شریف بودم پوستوکتوراشون رو داشت به بوستون و مؤسسه برارد بودم و آرتمیچر مؤسسه روچستر هم بودم چند سال تجربه صنعتی با من واشنگتن انجینیر داشتم تشویقشون کنید گفتان های رای فیلم بودم خیلی ممنون از اینکه منو دعوت کردین. توی ارائه امروز میخوام راجع به ایمیج بیسد اسی ها و کاربردشون توی بررسی ژن ها و مطالعه ژن ها و همینطور جهش های ژن ها صحبت بکنم. ارائه را از اینجا شروع میکنیم که کلا ما میتونیم توی بیولوژی آزمایش های های تروپوت داشته باشیم. آزمایش های تروپوت به این معنی که یه تعداد زیادی آزمایش رو به شکل موازی اجرا میکنیم که معمولاً به فرمی هستش که توی شکل نشون داده شده یک پلیتی داریم که توی چاهک‌های متفاوتش داریم آزمایش‌های موازی انجام میدیم موضوع این آزمایش میتونه چیزهای مختلف باشه میتونه داروها باشه به این شکل که داخل هر چاهک یک دارویی رو داریم روش آزمایش میکنیم و این آزمایش‌ها دارن به شکل موازی اتفاق میفتن و وقتی های تروپوت هستیم یعنی یه تعداد زیادی دارو رو داریم در آن واحد آزمایش میکنیم که این میتونه از اوردر 10,000 تا چند میلیون تا باشه هر آزمایش توی هر چاهک یک مدل سیستم میخواد که این مدل سیستم میتونه سلول هایی باشه که اومدیم کشتشون دادیم پس کاری که می‌کنیم این هستش که از یه مدل سیستم داخل چاهک‌ها استفاده می‌کنیم که می‌تونه سلول‌های کش داده شده باشه و بعد داروها رو اضافه می‌کنیم به هر کدوم از این چاهک‌ها و بعد نیاز داریم که یک خانشی انجام بدیم نیاز داریم که وضعیت سلول‌ها رو در هر چاهک بسنجیم این کار رو با استفاده از یه مفهومی به نام اسی انجام می‌دیم اسی یا سنجه یک روشی هستش که میاد سلول‌ها رو بررسی می‌کنه و هر چاهک رو به یک بردار ویژگی با طول ثابت نگاشت میکنه بردار ویژگی هایی که توی تصویر نشون داده شد بعد اگه بخوایم ارتباط بین دو تا دارو رو بررسی بکنیم کافیه بیایم به فیچر وکتورهای متناظرشون نگاه بکنیم و ببینیم چقدر شبیه هن اگه شبیه باشن میتونه نشانه این باشه که این دو تا دارو مکانیزم یکسانی داشتن یا تأثیر یکسانی روی سلول ها میگذاشتن آزمایش های های تروپوت منحصر به داروها نیستن میشه چیزهای دیگر رو هم آزمایش کرد از جمله ژن ها مثلا میشه توی چاهک های مختلف ژن های مختلف رو اوور اکسپرس کرد یا ناک داون کرد در حالت کلی هر نوع پرتربیشنی که ما روی سلول ها انجام بدیم میتونه موضوع آزمایش بشه به عنوان نمونه برای اوور اکسپرس کردن میتونیم از یه مفهومی به نام سی دی ان ای استفاده کنیم برای ناک داون کردن میتونیم از تکنولوژی کریسپر و اس اچ ار ان ای استفاده بکنیم ولی موضوعی که توی این ارائه میخوایم راجع بهش صحبت کنیم اسی یا سنجه‌ای هستش که وضعیت سلول‌ها رو میخونه در حالت کلی میتونیم اسی‌های خیلی زیادی داشته باشیم تو حالت های تروپوت برود اینستیتوت یکی از مؤسساتی هستش که پیشرو هستش در توسعه این سنجه‌ها سنجه میتونه وضعیت جین اکسپرشن رو بسنجه یعنی اون برداری که میسنجه میتونه جین اکسپرشن نمونه های مختلف باشه میتونه وضعیت پروتئین ها رو بسنجه که میشه یک سنجه پروتئومیک تو این ارائه میخوایم راجع به سنجه های ایمیج بیسد صحبت بکنیم که میان مورفولوژی سلول رو میسنجن میان تصاویر میکروسکوپی سلول رو نگاه میکنن و از این طریق مورفولوژی سلول رو میسنجن بالاخص میخوایم از یک اسی استفاده کنیم به نام سل پینتینگ یا رنگ‌آمیزی سلول ها که میاد بخش‌های مختلف سلول رو هایلایت می‌کنه. به عبارتی میاد به ازای هر چاهک 5 تا تصویر برمی‌داره که توی هر کدوم از این تصویرها یک بخشی از سلول هایلایت شدن. مثلا توی یکی از اینا هسته سلول هایلایت شده، اینی که سمت چپ نشون داده شده، هسته سلول هایلایت شده یا توی یکیشون میتوکندری هایلایت شده، توی یکیشون سیتوپلازم هایلایت شده. و بعد میشه اینا رو با هم ترکیب کرد، رنگ‌های مختلف به اینا اختصاص داد و یک تصویر رنگی مثل اون چیزی که در قسمت پایین نشون داده شده بهش برسیم. پس در حالت کلی وقتی که من از این
اسی استفاده میکنم یه تصویر خیلی زیبا مثل این از هر چاهکی میگیرم. هدف من این هستش که این تصویر رو به یک بردار با طول ثابت مپش بکنم که وقتی میخوام چاهک‌های مختلف رو با هم مقایسه بکنم به این بردارها رجوع بکنم و بردارها رو با هم مقایسه کنم. مپ کردن این تصویر به بردارها خیلی مسئله ساده‌ای نیست. چرا؟ چون این مپینگ باید یه جوری باشه که اگر من ترتیب سلول‌ها رو تو این تصویر به هم بزنم وکتور حاصل خیلی تغییر نکنه، یا اینکه اگر من یکم این سلول‌ها رو جابجا بکنم توی تصویر وکتور این وکتور که به ازای هر چاهک به دست میاد تغییر نکنه. بنابراین این مسئله در حالت کلی مسئله ساده‌ای نیست و نیازمند یه سری ایده های خاصه، نیازمند یه سری روش های کامپیوتیشنال هوشمنده که بتونن این کار رو انجام بدن. به این کار میگن پروفایلینگ و به اون وکتوری که طول ثابت داره به ازای هر چاهک میگن پروفایل. تو ادامه این ارائه میخوایم راجع به یه روش ساده پروفایلینگ صحبت بکنیم، اپلیکیشن هاشو ببینیم و بعد ببینیم چجوری میشه این روش پروفایلینگ رو بهبود داد. ممکنه توی چاهک دیگه یه چنین تصویری ببینم. اگه بتونم پروفایلینگ رو به شیوه خوبی انجام بدم، احتمالاً وکتورهایی که از این دوتا تصویر به دست میان خیلی با هم متفاوت خواهند بود و به ما این ایده رو میده که تصاویر یکسانی نیست. اما تو حالت ترادیشنال و تو حالت کلاسیک ایده‌ای که استفاده میشه این هستش که میان سلول‌ها رو تو این تصاویر سگمنت میکنن اصطلاحاً، یعنی میان مشخص میکنن چه نواحی از تصویر توش سلول حضور داره. و بعد از اینکه این کارو انجام دادن به ازای هر سلول یک سری میجرمنت انجام میدن، مثل اینکه مثلا مساحتش چقدره، اون بخشی که سگمنت شده محیطش چقدره، تکسچرش چجوریه، اینتنسیتی توی کانال‌های مختلف، توی این 5 تا کانالی که راجبشون صحبت کردیم چجوری پخش شدن و الی آخر. این باعث میشه که من هر جمعیت سلول‌ها رو، هر کدوم از این تصاویر رو به یک ماتریس بتونم مپ بکنم که سطرای این ماتریس سلول‌ها هستن و ستون‌های ماتریس میجرمنت هایی هستن که روی سلول سگمنت شده انجام میدم. خب هدف من این بود که تصویر رو به بردار ببرم، الان تصویرمو به این ماتریس بردم. چه راهی وجود داره برای اینکه این ماتریس رو تبدیل به یه بردار بکنم؟ یک ایده ساده اینه که بیام ستون‌های اینو میانگین بگیرم، به میانگین ستون‌های مختلف توجه بکنم که این رو به یک بردار با طول ثابت مپ می‌کنه. ولی ایرادش اینه که ناهمگنی سلول‌ها رو از دست میدم، اطلاعاتی که راجع به ناهمگنی سلول‌ها وجود دارن رو از دست میدم. ولی این کار رو انجام میدن و به این کار میگن مین پروفایلینگ. تا همین چند سال اخیر یکی از چیزهایی بود که استیت آف دی آرت بود توی زمینه ایمیج بیس پروفایلینگ. همین روش ساده خیلی جواب خوبی تولید میکرد. خب به این ترتیب من اگه دو تا تصویر داشته باشم، از کاری که میکنم سلولا رو سگمنت میکنم، میام یه سری اندازه‌گیری روی سلول‌ها انجام میدم و بعد میام این اندازه‌گیری رو به ازای سلول‌های مختلف با هم میانگین میگیرم. دو تا وکتور به دست میاد. اگه بخوام دو تا پاپولیشن رو با هم مقایسه کنم، میتونم این دو تا وکتور رو مقایسه کنم و ببینم چقدر اینا شبیه هم هستن. خب چند تا فیچر در حالت کلی ما به دست میاریم؟ بالای 1500 تا فیچر به دست میاریم با این روش. همونجوری که اشاره کردم 5 تا کانال داریم. 5 تا بخش مختلف سلول رو هایلایت می‌کنیم توی این اسی که راجع بهش صحبت کردیم. هر کدوم از اینا حدود 300 تا فیچر میشه ازش استخراج کرد که شامل چیزهای ساده‌ای مثل دیسکریپتورهای شیپ، اینتنسیتی، تکسچر، کورلیشن و نیبرهود هستن. و وقتی ضرب در 5 میشه بالای 1500 تا فیچر برای ما تولید میکنه. خب این روش ساده رو میخوایم ببینیم در عمل چه استفاده میشه ازش کرد، آیا قابلیت استفاده در دنیای واقعی رو داره یا نه. به عنوان اولین اپلیکیشن یک جنتیک اسکرین رو مثال میزنیم. جنتیک اسکرین یعنی موضوعی که میخواییم مورد آزمایش قرار بدیم ژن‌ها هستن. به عبارتی توی هر چاهک این پلیت هایی که راجبشون صحبت کردیم یک ژن رو داریم مورد آزمایش قرار میدیم. آزمایشی که انجام دادیم ژن‌ها رو اوور اکسپرس میکنه، یعنی میاد توی هر چاهک یک ژن رو اوور اکسپرس میکنه و بعد تأثیر این اوور اکسپرشن رو میسنجه و با هم مقایسه میکنه. 190 تا ژن انتخاب کردیم که هر کدوم 4 تا ورژن دارن. ورژن نرمالشون که بهش میگن وایلد تایپ
و ورژن هایی که توشون جهش رخ داده بهشون میگن میوتیشن، که در مجموع 323 تا نوع ژن رو به ما میده. بیشتر این ژن ها توی سیگنالینگ پاتوی ها هستن و این ژن ها رو اوور اکسپرس کردیم توی سلول های سرطان استخوان و 72 ساعت اجازه دادیم که این اوور اکسپرشن اتفاق بیفته. یه نکته ای که توی آزمایش های های تروپوت وجود داره اینه که آزمایش رو یک بار انجام نمیدن، آزمایش رو چندین بار انجام میدن، توی رپلیکت ها انجام میدن. و چرا این کار رو انجام میدن؟ به خاطر اینکه مطمئن بشن پروفایلی که استخراج میکنن یک پروفایل کانسیستنته. اگر یک بار دیگه آزمایش رو تکرار بکنن همون پروفایل رو میگیرن. اینجا از 5 تا رپلیکت استفاده شده و هدف این هستش که ژن‌هایی که تابع بیولوژیکی یکسانی دارن شناسایی بشن. به عبارتی ژن‌ها رو دسته‌بندی کنیم به کلاسترهای مختلف که هر کلاستر یکی از توابع، انواع مختلف توابع ژن‌ها رو برای ما نشون بده. خب ما اومدیم از همین اسه‌ای که اشاره کردم استفاده کردیم و به مین پروفایل نگاه کردیم. تو گام اول باید بیایم شناسایی کنیم کدوم یکی از ژن‌ها پروفایلشون کانسیستنت تو رپلیکت ها. یعنی اگر من چند بار آزمایش انجام بدم یک پروفایل یکسانی ازشون میگیرم. ممکنه سوال کنین مگه میشه این اتفاق نیفته؟ جوابش اینه که بله ممکنه و دلیلش میتونه این باشه که آزمایش خطا داره، یه خطای سیستماتیک تو آزمایش هست، یا میتونه دلیلش این باشه که تأثیر ژن رو نمیشه با استفاده از این اسه‌ای که داریم بهش نگاه میکنیم کپچر بکنیم. ممکنه که نیاز به یه اسه دیگه ای مثل پروتئومیک یا جین اکسپرشن داشته باشم برای اینکه بتونم تأثیر ژن رو ببینم. و اگر به این اسه نگاه بکنم ممکنه یه نویز خالص بهم بده. اگه نویز خالص بهم بده نمیتونم انتظار داشته باشم که توی رپلیکت های مختلف این نویز کورولیت بشن با هم دیگه. بنابراین اومدیم به یک مفهومی به نام رپلیکت کورولیشن نگاه کردیم. پروفایل های رپلیکت های مختلف رو در نظر گرفتیم و کورولیشنشون رو با هم به دست آوردیم و از این کورولیشن ها متوسط گرفتیم. به ازای ژن های مختلف این کار رو انجام دادیم و نمودار سمت راست توزیع متوسط رپلیکت کورولیشن رو به ازای ژن های مختلف ما نشون میده. نمودار سمت چپ یک نال دیستریبیوشن رو نشون میده که به عنوان نان رپلیکت کورولیشن ها نگاه کردیم بهش. نان رپلیکت کورولیشن ها رو انتظار داریم هول صفر توزیع بشه و همین اتفاق هم افتاده. برای اینکه یه ترشولدی تعیین بکنیم که کدوم یکی از ژن ها واقعا پروفایلشون کانسیستنت بودن توی رپلیکت ها، اومدیم به 5th پرسنتایل بالایی نال دیستریبیوشن نگاه کردیم. این رو به عنوان یک ترشولد در نظر گرفتیم. این باعث میشه که خطای نوع اول ما در سطح 5% باشه. هر ژنی که میدیان رپلیکت کورلیشنش بزرگتر از این مقدار باشه رو انتخاب کردیم و بقیه ژن ها رو حذف کردیم. یعنی ژن هایی که پروفایل روباستی اصطلاحاً تشکیل ندادن رو از نظر منتفی کردیم و فقط با اونایی ادامه دادیم که پروفایل روباستی دارن تولید میکنن. توی گام بعد میخوایم ببینیم که ارتباط بین این پروفایل ها آیا واقعا معنیدار هستش یا نه. به عبارتی اگر دو تا ژن رو من داشته باشم که پروفایلشون با هم دیگه شبیه باشن، آیا این به این معنیه که تابع بیولوژیکیشون هم شبیه هستن به هم یا نه؟ برای اینکه این کار رو انجام بدیم، برای اینکه این آزمایش رو انجام بدیم، یک تست ساده کردیم. اومدیم به هیستوریکال دیتا نگاه کردیم که ریپورت هایی که وجود داشته این که کدوم پروتئین ها با هم فیزیکال اینتراکشن دارن. اگه دو تا پروتئین با هم دیگه فیزیکال اینتراکشن داشته باشن، میتونه این نشانه ای باشه مبنی بر اینکه ژن های متناظرشون هم تابع مشابهی دارن. و بعد یک تست آماری انجام دادیم. اومدیم جفت ژن هایی که بیشترین کورلیشن رو بین پروفایلشون دارن رو به عنوان یک مجموعه در نظر گرفتیم و جفت ژن هایی که پروتئین متناظرشون با همدیگه اینتراکشن دارن رو به عنوان یک مجموعه دیگه در نظر گرفتیم و بررسی کردیم که آیا این دو تا مجموعه از همدیگه مستقل هستن یا نه، دو تا مفهوم مستقل رو تشکیل میدن یا نه. انتظار داریم که این دو تا مفهوم به هم وابسته باشن. یعنی اگر پروفایل ها به هم شبیه هستن، واقعا تابع بیولوژیکی هم به هم شبیه باشن. ولی اینو اینجا به تست گذاشتیم، از فیشرز اگزکت تست استفاده کردیم و پی ولیوی که به دست آوردیم حدود 0.03 هست که یه پی ولیو نسبتا معقولی هستش، نشون میده واقعا یک ارتباطی بین این دو تا مفهوم وجود داره و اگه من مشابهت بین پروفایل ها داشته باشم میتونم نتیجه بگیرم مشابهت بین تابع ژن ها هم دارم.
بنابراین تو این نقطه با انجام این دوتا کوالیتی کنترل به گام بعد میریم، اینکه بیایم ژن‌ها رو اصطلاحاً کلاستر بکنیم بر اساس شباهت پروفایل‌هاشون. این کار رو انجام دادیم و یه نتیجه جالبی که به دست اومده اینه که بیشتر این کلاسترهایی که با رنگ‌های مختلف اینجا نشون داده شده به مکانیزم‌ها و پتوی‌های موجود توی سیگنالینگ پتوی‌ها مپ میشن. به عبارتی اگه من این سیگنالینگ پتوی‌ها رو نمی‌شناختم و میومدم این آزمایش رو انجام میدادم، میتونستم این سیگنالینگ پتوی‌ها رو کشف کنم. یعنی این روش پتانسیل کشف پتوی‌های مختلف، مکانیزم‌های مختلف رو داره. متاسفانه بیشتر این پتوی‌ها شناخته شده بودن و ما نمیتونستیم کشف جدیدی انجام بدیم، غیر از یکی از این پتوی‌ها که خیلی مورد مطالعه قرار نگرفته بود، پتوی که شامل دوتا ژن YAP1 و WWTR1 هستش. به این پتوی اصطلاحاً میگن هیپو پتوی که توی دیولوپمنت و توی کانسر نقش داره. وقتی که این پتوی خیلی فعال میشه میتونه کانسر ایجاد بکنه، ولی موقعی که داره تابع عادیش رو انجام میده توی دیولوپمنت میتونه نقش داشته باشه. اومدیم به ژن‌هایی که پروفایلشون بیشترین نگتیو کورلیشن رو به پروفایل این دوتا ژن داره نگاه کردیم. یه اتفاق جالب که افتاد این بودش که یکی از ژن‌هایی که توی این لیست پایینی STK3 بیشترین نگتیو کورلیشن رو با این دوتا ژن داره، اون هم عضو پتوی هیپو هستش، ولی در خلاف جهت این دوتا ژن این پتوی رو رگولیت میکنه. یعنی تأثیرش روی این پتوی کاملا متضاده و ما این رو داریم اینجا به فرم نگتیو کورلیشن بین پروفایل ها میبینیم که یه اتفاق خیلی جالب. سومین ژن توی این لیست ژن TRAF2 که یک ژن توی پتوی NF-kappa-B هستش، یک چیز غیر منتظره بود، نظر بیولوژیست ها رو جلب کرد، چون اونا هم یه شواهدی از طرق مستقل به دست آورده بودن که یک ارتباط منفی بین TRAF2 و هیپو پتوی وجود داره. اومدن و این رو به آزمایش گذاشتن، با یک روش مستقلی اومدن بررسی کردن که ببینن واقعا این ارتباط آیا یک ارتباط واقعی هستش یا نه. کاری که کردن این بود که توی یک سل لاین متفاوتی اومدن YAP، این ژنی که بهش اشاره کردیم YAP و WWTR رو اوور اکسپرس کردن که توی ستون دوم این شکل‌ها نشون داده شده. روی محور عمودی ترانسکریپشنال اکتیویتی هیپو پتوی رو اومدن سنجیدن. خب طبیعیه وقتی YAP رو ما اوور اکسپرس بکنیم ترانسکریپشنال اکتیویتی هیپو پتوی بالا میره. توی دو تا ستون بعدی اومدن TRAF2 رو هم اضافه کردن، یعنی هم YAP رو اوور اکسپرس کردن هم TRAF2 رو اوور اکسپرس کردن و دیدن سطح فعالیت هیپو پتوی به شکل قابل ملاحظه کاهش پیدا میکنه و در واقع این رو تایید کردن که یک ارتباط منفی بین این دوتا ژن وجود داره. این میتونه اهمیت زیادی داشته باشه توی درمان سرطان. چرا؟ چون خیلی از اوقات اگر این ژنی که راجبش صحبت کردیم YAP خیلی اکتیو باشه و سرطان ایجاد بکنه، مستقیما نمیشه این رو این اکتیوش کرد. بعد از راه‌های مستقل اقدام بکنیم برای اینکه این کارو انجام بدیم. و اگه کشف بکنیم که یه ژنی ارتباط منفی داره با این ژنی که راجبش صحبت کردیم، این میتونه یک راه موازی باشه برای اینکه ما این پتوی رو دور بزنیم و عملاً فعالیتش رو کاهش بدیم. به عنوان اپلیکیشن دوم می‌خوایم به یک مسئله نگاه بکنیم که باز هم موضوع آزمایشامون ژن‌ها هستن، ولی اینجا به جای اینکه خود ژن‌ها رو مورد مطالعه قرار بدیم، جهش‌هایی که توی ژن‌ها اتفاق افتادن رو مورد مطالعه قرار میدیم. می‌خوایم ببینیم تأثیر جهش‌ها توی ژن‌ها نسبت به ورژن نرمال ژن‌ها که اصطلاحاً بهش میگن وایلد تایپ چه شکلیه. به این منظور اومدیم ژن‌هایی که توی سرطان ریه فعال هستن رو در نظر گرفتیم و جهش‌هایی که اونجا مشاهده شده رو در نظر گرفتیم و مورد آزمایش قرار دادیم. 306 تا از این جهش‌ها رو در نظر گرفتیم و با دو تا اسی اومدیم خانش رو انجام دادیم. یکی L1000 اسی که اشاره کردم یک جین اکسپرشن اسی هست، برداری که استخراج می‌کنه هر بعدش داره به ما میگه که از هر ژنی چقدر اکسپرس شده توی سلول‌ها، و سل پینتینگ که یک ایمیج بیسد اسی هست که میاد مورفولوژی سلول ها رو میسنجه.
هدف این آزمایش این بوده که هر جهشی رو به سه دسته تقسیم بکنه. این جهش ها یا میتونه ورژن نرمال سلول رو، ورژن نرمال ژن رو توی سلول افزایش فعالیت توش ایجاد بکنه، یا میتونه کاهش فعالیت توش ایجاد بکنه، یا میتونه اصلا تابع ژن رو کامل عوض بکنه. به یکی از این سه تا دسته میخواستیم تقسیم بکنیم. 20 تا بنچمارک میوتیشن داشتیم که میدونستیم دسته بندی رو به ازای اونها، یعنی گراوند روت رو به ازایشون میدونستیم. اتفاق جالبی که افتاد این هستش که با سل پینتینگ توی 17 مورد تونستیم درست پیش بینی بکنیم، در حالی که توی 11000 18 بار این کارو انجام دادیم. این نتیجه خیلی مهمیه به خاطر اینکه 11000 چون داره جین اکسپرشن رو میسنجه، ارتباط مستقیم تری داره با نوع مسئله ما نسبت به سل پینتینگ که داره مورفولوژی سلول ها رو میسنجه. ولی ممکنه بپرسین چرا ممکنه این نفر بیاد از سل پینتینگ استفاده کنه به جای 11000؟ جوابش توی هزینه هستش که این اسی ها دارن. هزینه یک اسی مبتنی بر ایمیج میتونه تا 10 برابر کمتر از یک اسی باشه که مبتنی بر جین اکسپرشنه. نکته دوم اینه که توی سل پینتینگ ما سینگل سل رزولوشن داریم، میتونیم تک تک سلول ها رو مورد مطالعه قرار بدیم، در حالی که توی بیشتر جین اکسپرشن اسی ها معمولا اطلاعات رو پاپولیشن لول داریم و اگه بخوایم سینگل سل لول باشیم باید هزینه خیلی خیلی زیادی رو بپردازیم و اصلا ممکنه های تروپوت نباشه روش. بنابراین با اینکه یک کمی بدتر عمل کرده نسبت به 11000 راضی هستیم از نتیجه‌ای که به دست اومده. از طرف دیگه جلوتر می‌بینیم که نتایجی که 11000 و سل پینتینگ بهمون میدن به نوعی مکمل هم دیگه هستن و من اگه بتونم این دوتا رو با هم ترکیب کنم میتونم نتیجه بهتری به دست بیارم. یکی از موضوعات داغ کامپیوتیشنال تو این زمینه هست که چجوری دوتا اسی مختلف رو وکتورهاشون رو با هم دیگه ترکیب بکنیم، چجوری با هم دیفیوز بکنیم. ولی چجوری این کلاسیفیکیشن رو انجام میدیم؟ همونجور که اشاره کردم ما رپلیکت های مختلف توی هر آزمایش داریم. اینجا رپلیکت ها سطرها و ستون های ماتریس رو دارن نشون میدن. WT نماد وایلد تایپ هستش و MUT نماد میوتیشن یا جهش. توی ماتریس سمت چپ داریم به رپلیکت کورلیشن ها نگاه میکنیم به ازای وایلد تایپ ها. خب اینجا میبینیم که وایلد تایپ با خودش رپلیکت کورلیشن بالایی داره که به این معنایی که پروفایل در رپلیکت های مختلف کورلیشن بالایی داره و یک پروفایل روباستی اصطلاحاً داریم. میوتیشن با خودش هم اگه مقایسه بکنیم در شکل سمت راست میبینیم اونجا هم تقریباً همچین اتفاقی میفته، یک کمی سیگنال استرنگت ضعیف‌تر میشه، یک کمی رپلیکت کورلیشن کمتر میشه ولی همچنان قابل ملاحظه است. ولی اگه میوتیشن با وایل تایپ رو مقایسه بکنیم میبینیم کورلیشن نزدیک صفره. بنابراین من با داشتن این سه تا دیستریبیوشن میتونم حدس بزنم چجوری این ایمپکت میوتیشن چی بوده و چجوری میتونم اینو کلاسیفای کنم. تو این حالت خاص در واقع من یک چنج آف فانکشن دارم. تابع میوتیشن تابع ژن رو تغییر داده. چرا تغییر داده؟ به خاطر اینکه میوتیشن و وایل تایپ با هم دیگه کورلیتد نیستن، ولی هر کدوم با خودشون کورلیتدن. یعنی واقعا یه سیگنچری وجود داره، یک پروفایل روباستی وجود داره در هر دو حالت، ولی این پروفایل ها با هم دیگه دیکورلیتدن. این دستبندی رو که من انجام میدم میتونم یک پی ولیو در بیارم برای سیگنیفیکنسش و بیام به ازای ژن های مختلف پی ولیو رو پلات بکنم به ازای دو روش. رو محور افقی اومدیم منفی لاگ پی ولیو رو توی حالت 11000 نگاه کردیم، تو محور عمودی به سل پینتینگ نگاه کردیم، همین کوانتیتی رو پلات کردیم. نقاطی که سبز رنگ هستن نقاطی هستن، ژن هایی هستن که دو تا روش با اطمینان راجع بهشون نظر میدن و به نوعی با هم دیگه اتفاق نظر دارن. نقاط بنفش رنگ نقاطی هستن که سل پینتینگ راجع بهشون نظر قطعی میده و نقاط آبی فیروزه رنگ نقاطی هستن که 11000 نظر قطعی راجع بهشون میده. این بحث مکمل بودن رو اینجا میتونیم ببینیم که نقاط بنفش و نقاط آبی فیروزه‌ای در واقع نقاطی هستن که این دوتا اسی دارن همدیگر رو تکمیل میکنن. اگه من میتونستم اینا رو با هم یه جوری ترکیب بکنم میتونستم راجع به نقاط مجموع نقاط بیشتری اظهار نظر قطعی بکنم، راجع به تعداد ژن‌های بیشتری اظهار نظر قطعی بکنم. اپلیکیشن سوم که بهش نگاه کردیم
یه کمی متفاوته با دو تا اپلیکیشن قبلی و این حالتی هستش که ما ژن‌ها به تنهایی موضوع مطالعه‌مون نیستن، بلکه می‌خوایم ارتباط بین ژن‌ها و داروها رو پیدا بکنیم. به این منظور اومدیم دو تا آزمایش مستقل از هم ترتیب دادیم. تو یک آزمایش ژن‌ها رو مورد مطالعه قرار دادیم، اومدیم تو چاهک‌های مختلف ژن‌ها رو اوور اکسپرس کردیم و یه پروفایلی به دست آوردیم که تو شکل سمت چپ داریم می‌بینیمش، و به شکل مستقل توی آزمایش دیگه‌ای داروها رو به چاهک‌ها اضافه کردیم و یه پروفایلی از اونها استخراج کردیم. الان برای اینکه من ارتباط بین ژن‌ها و داروها رو به دست بیارم، یه راهی که وجود داره اینه که بیام اگه یه ژن کوئری داشته باشم، بیام پروفایلش رو در نظر بگیرم و با پروفایل تک تک داروها مقایسه کنم. اگر پازیتیو کورلیشن دیدم، این میتونه به این معنا باشه که دارو تابع ژن رو رپلیکیت میکنه، تابع ژن رو تولید میکنه. اگه تو یک بیماری خاص این ژن خاموش شده بود و من تابعش رو نداشتم، با استفاده از این دارو شاید بتونم ژن رو به وضعیت عادیش برگردونم. و این نگاتیو کورلیشن برعکس این کارو انجام میده، داره متضاد تأثیر ژن رو شبیه سازی میکنه. بنابراین اگه ژن بیش فعال شده باشه تو یک بیماری، این دارو میتونه احتمالاً به درمانش کمک بکنه و ژن رو به سطح عادی برگردونه. بنابراین هم پازیتیو هم نگاتیو کورلیشن ها بین پروفایل ژن ها و داروها میتونه حائز اهمیت باشه. یه نکته که وجود داره اینه که مقایسه این دوتا پترن کار خیلی استریت فورواردی نیست. دلیلش اینه که اینا دوتا آزمایش مختلف هستن، بیسلاینشون با هم فرق میکنه. به عبارت اینکه ویژگی ها اگر به فیچر اسپیس نگاه کنیم، اوریجین فیچر اسپیس ها در دوتا آزمایش با هم متفاوته و من اگه این دوتا رو با هم مقایسه بکنم، ممکنه نتایج معنیداری به من نده. باید یه جوری این دوتا اوریجین رو هم بندازم. خب ایده‌ای که استفاده کردیم این بوده که این پروفایل ها رو نرمالایز کردیم نسبت به نگاتیو کنترل. نگاتیو کنترل چیه؟ نگاتیو کنترل یه چیزی هستش که اگه من به چاهک‌های مختلف توی یک آزمایش اضافه بکنم، انتظار دارم هیچ تأثیری رو سلولام نذارن. انتظار دارم تأثیر خاصی مشاهده نشه. معمولاً تو هر آزمایش به منظور کوالیتی کنترل یه تعدادی از این نگاتیو کنترل‌ها رو می‌ذارن و بعد من میتونم بیام سیگنچر یا پروفایل این نگاتیو کنترل ها رو به دست بیارم که یک بردار از تعداد ابعاد همین بردارهایی هست که اینجا داریم و بعد به ازای هر فیچری بیام میانگین و استاندارد دیوییشن فیچرها رو به ازای نگاتیو کنترل ها به دست بیارم و بعد استانداردایز بکنم هر فیچری رو نسبت به این مقادیر. این کار باعث میشه که اوریجین به شکل مفهومی توی هر دو حالت به یک نقطه مپ بشه و این دوتا فیچر با هم دیگه قابل مقایسه بشن. و من اگه به کراس کورلیشن این دوتا نگاه بکنم، یه چیز معنی دار بشه. خب، پس با انجام یه سری پری پروسسینگ ها از جمله این چیزی که گفتم، این دوتا رو قابل مقایسه میکنیم و بعد میریم و بررسی میکنیم که چقدر ارتباط بین ژن ها و داروهایی که با استفاده از این کراس کورلیشن به دست میان معنی دار هستن. برای خیلی از داروها واقعا میدونیم که چه ژنی رو اینا میتونن تحت تاثیر قرار بدن، اصطلاحا چه ژنی تارگت این داروها هستش، که یه سابستی از داروهایی هست که ما تست کردیم، یه سابستی از داروها مشخصه چه ژنی رو دارن تحت تاثیر قرار میدن. ما اومدیم نگاه کردیم به استرانگست کانکشن هامون، کانکشن هایی که بین ژن ها و کامپاند ها بیشترین کورلیشن رو بین پروفایل ها مقایسه میکنیم و اونهایی که ژن جزء تارگت های کامپاند، جزء تارگت های شناخته شده کامپاند بودن رو اینجا نشون دادیم که می‌بینیم یه تعدادی به هر حال درست دارن پیش بینی میشن. اینجا کیورد های سبز رنگ ژن ها هستن، نام ژن ها هستن، کیورد های سیاه رنگ نام کامپاند ها هستن. یال هایی که برقرار میشه بینشون، یعنی که آیا ما پوزتیو یا نگاتیو کورلیشن بین پروفایل هاشون مشاهده کردیم. اگر پازیتیو کورلیشن باشه با آبی نشون دادیم، اگر نگاتیو کورلیشن باشه با قرمز نشون دادیم. این تصویر داره به من این رو میگه که اگه من واقعا تارگت این کامپاند ها رو نمیدونستم، این روش پتانسیل اینو داشت که این تارگت ها رو کشف بکنه. بنابراین همچنان پتانسیل اکتشاف دارم تو این روش. ولی خب یه نفر ممکنه بپرسه این شاید اینا رندوم باشن، شاید شما اگه هر روش رندوم دیگه‌ای برای نسبت دادن کامپاند ها به ژن ها
رو استفاده می‌کردی یه تعدادی بالاخره مشاهده می‌کردی که اتفاق بیفتن. برای اینکه مطمئن بشیم این رندوم نیست، یه تست سیگنیفیکنس جالب انجام دادیم. به این اصطلاحا میگن انریچمنت پلات. کاری که این پلات انجام میده اینه که رو محور افقی تمام جفت ژن کامپاوند ها رو در نظر میگیره و اینها رو مرتب میکنه بر اساس کورلیشن ابسولوت ولیو کورلیشن پروفایلشون. یعنی اونایی که سمت چپ هستن بیشترین کورلیشن بین پروفایلشون، بین پروفایل ژن و دارو وجود داره، اونایی که سمت راست هستن کمترین کورلیشن وجود داره. بعد یه خط عمودی قرار میدیم به ازای هر جین کامپاوند. اگر جین جزو تارگت های شناخته شده کامپاوند باشه، به عبارتی این اگر اون پیر جین کامپاوند یه پیر ولید باشه، یه پیری باشه که از گذشته شناخته شده باشه، انتظار داریم اگه این روش کار کنه کلی از این خطای عمودی توی سمت چپ تصویر ببینیم، اونجایی که بیشترین کورلیشن رو بین پروفایل ها داریم و تقریبا هیچ خطی سمت راست نبینیم. ولی خب این خیلی واقع بینانه نیستش. انتظار داریم حداقل یک نوع انریچمنتی ببینیم توی این، بیشتر خطای سیاه و سمت چپ تصویر ببینیم تا سمت راست. و عملا این اتفاق میفته. اگه شما به سمت چپ به بالای این باکس نگاه بکنید، میبینید که خیلی تعداد خطای سیاهی که وجود دارن به شکل معنیداری از خطای سیاهی که در سمت راست قرار گرفتن تجمعشون بیشتر. و عملا میشه دید که پی ولیوی که به دست میاد، این رو میشه با یک پرمیوتیشن تست دقیقش کرد و یه پی ولیو برای این به دست آورد، میشه دید که پی ولیو سیگنیفیکنتی اینجا به دست میاری. و این به ما میرسونه که این روش پتانسیل کشف داره. این اومدیم به آزمایش گذاشتیم، همون کلاستری که راجبش صحبت کردیم، هیپو پاتوی که شامل این دوتا ژن بود رو در نظر گرفتیم و 15,000 تا کامپاوند رو آزمایش کردیم. پروفایل 15,000 تا کامپاوند رو به دست آوردیم و بعد اومدیم 22 تا کامپاوندی که بیشترین کورلیشن رو نسبت به این کلاستر دارن، چه در جهت مثبت چه در جهت منفی، در نظر گرفتیم و اومدیم یک آزمایشی رو ترتیب دادیم که مستقل از آزمایش اصلیمون بود، یه آزمایش تخصصی تر که حالا من وارد جزئیاتش نمیشم ولی پروتکلش رو اینجا گذاشتم، برای که بررسی کنه این 22 تا کامپاوند آیا واقعا با هیپو پاتوی در ارتباط هستن یا نه. این کار رو انجام دادیم و دیدیم 5 تا از این کامپاوند ها در ارتباط هستن و به ازای این 5 تا کامپاوند که با رنگ های مختلف اینجا نشون دادیم، اومدیم توی محور عمودی سطح فعالیت هیپو پاتوی رو سنجیدیم، توی محور افقی به دوزهای مختلف این داروها نگاه کردیم و دیدیم 3 تا از این داروها واقعا دارن کارهای جالبی انجام میدن. داروی سبز رنگ رو اگه بهش نگاه بکنین، داره سطح فعالیت هیپو پاتوی رو به شکل دوز دیپندنت تغییر میده. وقتی من دوز رو زیاد میکنم داره سطح فعالیت رو به شکل معنیداری کاهش میده، هرچی دوز رو بیشتر میکنم. این اتفاق تقریبا برای داروی سیاه و داروی زرد رنگ هم اتفاق افتاده که خیلی اتفاق جالبی هستش، میتونه یک کشف باشه. ما هنوز داریم روی این کار میکنیم، داریم این داروها رو آزمایش‌های بیشتری روشون انجام میدیم که مطمئن بشیم واقعا اون چیزی که داریم مشاهده میکنیم واقعیه. خط قرمز رنگ که نشون داده شده سطح بیسلاین هیپو پاتوی هستش که با دی ام اس او نشونش میدن، در واقع نگاتیو کنترل ما هستش که انتظار داریم هیچ تغییری توی سطح فعالیت هیپو پاتوی اتفاق نیفته. خب تا اینجا کاربرد روش‌های پروفایلینگ رو توی ایمیج بیسد اسی ها دیدیم. از اینجا به بعد می‌خوایم راجع به این صحبت بکنیم که چجوری میشه این روش‌ها رو دقیق‌تر کرد. یک کمی بحث کامپیوتیشنال تر میشه. به عبارتی می‌خوایم ببینیم به جای میانگین‌گیری ساده که ناهمگنی سلول ها رو میاد از بین میبره، میاد انحراف معیاری که در واقع وجود داره توی پراکندگی که توی فیچرهای مختلف وجود داره میرز دور، چجوری میشه این اطلاعات رو استفاده کرد و نگهشون داشت. خب برای اینکه اینو توضیح بدم اول برمیگردم یه بار دیگه به هدف اصلی پروفایلینگ. هدف اصلی پروفایلینگ اینه که دو تا جمعیت از سلول ها داشته باشم که اینجا با P1 و P2 نشون دادن، بیام سلول ها رو سگمنت بکنم و هر سلول رو یک سری اندازه‌گیری انجام بدم روش. بعد از اینکه این کارو انجام بدم، یک جمعیتی از سلول‌ها به یک پوینت کلاود توی فیچر اسپیس مپ میشه.
که این دو تا پوینت کلاود به ازای دو تا جمعیت پی 1 و پی 2 دیده میشه به دست میاد. بعد هدف من این هستش که این دو تا پوینت کلاود رو واقعا با هم مقایسه کنم. خب چه جوری من این مقایسه رو انجام بدم؟ مین پروفایلینگ میگفتش که بیا میانگین هر کدوم از این پوینت کلاود ها رو حساب کن و بعد با هم مقایسه شون کن. که کار چندان جالبی نیست. در حالت کلی یک روش پروفایلینگ باید بیاد این پوینت کلاود رو به یک برداری با طول ثابت مپ بکنه و به نوعی یک سامریزیشن روی این دیتا انجام بده. این سامریزیشن در حالت ایدئال باید یه سری چیزها رو حذف کنه، یه سری چیزها رو نگه داره. بعضی از تغییرات رو خوب حذف کنه. مثلا توی این تصویری که اینجا نشون دادیم، توی این پوینت کلاودی که می‌بینید واقعا یه سری زیر جمعیت یا یه سری ساب پاپولیشن وجود داره. ما دوست داریم تغییراتی که داخل ساب پاپولیشن ها اتفاق می‌افته رو حذف بکنیم. چرا؟ چون احتمالاً معنیدار نیستن. ولی تغییراتی که بین ساب پاپولیشن ها داره اتفاق می‌افته رو حذف نکنیم. دوست داریم روش سامریزیشنمون اینجوری کار کنه. مین پروفایلینگ هر دو این اطلاعات رو حذف می‌کنه. ما دنبال روش پروفایلینگی هستیم که هر دو این اطلاعات رو حذف نکنه، یکیشو فقط حذف کنه، اونی که داخل ساب پاپولیشن ها اتفاق می‌افته. ممکنه باورتون نشه ولی مین پروفایلینگ تا مدت خیلی زیادی استیت آف دی آرت بود. هر کاری می‌کردن می‌دیدن نمیشه بهترش کرد. انواع اقسام روش‌های ماشین لرنینگ رو زده بودن و دیده بودن که واقعا امکان پذیر نیست که اینو بهبودش بدن. یه مسئله چالش برانگیزی تبدیل شده بود، در حالی که خیلی مسخره به نظر میاد. این داره خیلی اطلاعات مفیدی رو دور می‌ریزه. چه جوری ما نمیتونیم بهترش بکنیم؟ ما برای اینکه اینو بهترش بکنیم اومدیم اول نگاه کردیم ببینیم چه اطلاعاتی کمه توی مین پروفایلینگ و سعی کنیم اون اطلاعات رو اول جمع بکنیم، بعد یه جوری این اطلاعات رو با هم ترکیب بکنیم. اولین چیزی که به نظر میاد کم هستش بحث پراکندگی داده هاست. این دو تا پاپولیشن رو در نظر بگیرید، میانگینشون با هم برابره ولی توی یه حالت پراکندگی ویژگی ها بیشتر از حالت دیگه هستش. اگه من از مین پروفایلینگ استفاده کنم میگه این دو تا شبیه همه. خب من چیکار میتونم بکنم؟ میتونم بیام علاوه بر گرفتن میانگین روی ویژگی های مختلف بیام یک معیاری از انحراف معیار داشته باشم و به ازای فیچرهای مختلف اینو اعمال بکنم. یه برداری به دست میاد که هم اندازه بردار میانگین هستش. به عبارتی بردار پروفایلم سایزش دو برابر میشه اگه این کارو انجام بدم و باعث میشه که من بتونم این دو تا حالت رو از هم دیگه تفکیک بکنم. ولی آیا این همه مشکل رو حل میکنه؟ جواب اینه که نه. برای اینکه ببینیم چرا نه، این دو تا جمعیت رو در نظر بگیریم. توی شکل سمت راست سلول هایی داریم که یا خیلی کشیده و بزرگن یا خیلی کوچیک و گردن. فرض کنیم به دو تا ویژگی داریم نگاه میکنیم. تو محور عمودی کشیدگی یا elongation، تو محور افقی مساحت یا area. جمعیت سلول ها تو حالت سمت راست به یه پوینت کلاودی به این شکل مپ میشه. توی شکل سمت چپ انواع و اقسام سلول ها رو داریم و بنابراین پوینت کلاودش واقعا توی صفحه کاملا پخشه. توی این دوتا حالت میانگین توی یه نقطه میفته، هول صفر میفته. پراکندگی هم تقریبا به میزان یکسانی داریم تو هر دو حالت. ولی اون چیزی که توی این دو حالت متفاوته کوواریانس بین این دوتا فیچر، کوواریانس بین اریا و ایلانگیشن. تو حالت سمت راست این کوواریانس یه عدد مثبته، تو شکل سمت چپ این یه عددیه که نزدیک صفر احتمالاً. بنابراین یکی از اطلاعاتی که شاید خوب باشه نگه داریم توی پروفایلمون کوواریانس بین ویژگی ها توی پاپولیشن های مختلف هستش. خب ما الان یه چیزی رو داریم مشاهده میکنیم، این که میانگین ممان اول داده ها هستش، خوب نگهش داریم. پراکندگی ممان دوم داده ها هستش، اونم خوب نگه داریم. کوواریانس هم ممان دوم هست. پس به نظر میرسه که شاید بد نباشه من پاپولیشنمو بیام با ممان های مختلفش مدل بکنم. ولی سوال اینه که این ممان ها رو چجوری با هم دیگه ترکیب بکنم؟ اگه من مثلا ممان اول یا میانه یا میدیان رو پیدا کردم و ممان دوم یا پراکندگی رو به دست آوردم، یه راه ساده اینه که بیام اینا رو کنار هم قرار بدم، اصطلاحا کانکاتنیت بکنم و یه فیچر وکتور بزرگتر به دست بیارم.
سوال اینه که آیا این ایده خوبیه؟ جواب این هستش که نه، ایده خوبی نیست، به دلیل اینکه ویژگی هایی که به ازای هر کدوم از این دوتا مومان داره بهمون میده استاتیستیک کاملا متفاوتی داره. علاوه بر اینکه رنج این استاتیستیکا با هم فرق میکنه و اگه من به هم بچسبونمشون اتفاق خوبی نمیفته، توزیع این فیچرها هم با هم فرق میکنه و اگه به هم بچسبونمشون ممکنه پروفایل رو یکی از این دوتا مومان بیان دامینیت بکنن. از نقطه نظر سیگنال پروسسینگی وقتی که کانکاتنیشن انجام میدم، SNR سیگنال تو نویز ریشیو چیزی که حاصل میشه از SNR قوی ترین SNR این دوتا داده کمتر میشه. به عبارتی کانکاتنیشن SNR رو خراب میکنه، سیگنال تو نویز ریشیو رو خراب میکنه. بنابراین کلن ایده خوبی نیست و یکی از دلایلی که نتونسته بودن با انواع اقسام روش های فنسی ماشین لرنینگ اینو بهبود بدن این بودش که توی ترکیبشون از روش های نادرستی استفاده میکردن، از روش های ساده استفاده میکردن. پیشنهاد ما این بود که این بحث دیتا فیوژن رو یا بحث ترکیب داده ها رو به جای اینکه در سطح پروفایل ها انجام بدیم، بیایم در سطح سیمیلاریتی میتریکس ها انجام بدیم. به عبارتی فرض بکنین پروفایل های میانگین رو توی شکل سمت چپ دارین، پروفایل های پراکندگی رو توی شکل سمت راست دارین. به جای اینکه ما این دوتا ماتریس رو با هم دیگه کانکاتنیت بکنیم، میایم تریتمنت سیمیلاریتی میتریکس رو به دست میاریم، یعنی شباهت بین هر دوتا کامپاوند رو در نظر میگیریم، توی یک ماتریسی قرار میدیم. این در نهایت ماتریسی هستش که ما دنبالش هستیم. به جای اینکه بیایم ترکیب رو در لول پروفایل ها انجام بدیم، در لول سیمیلاریتی میتریکس انجام میدیم. و برای این کار از یک روشی به نام سیمیلاریتی نتورک فیوژن استفاده میکنیم که در سال 2014 توی نیچر متد معرفی شده. کاری که این روش میکنه این هستش که هر کدوم از سیمیلاریتی میتریکس ها رو با یک گراف مدل میکنه. نوت های این گراف سطرهای ماتریس مشابهت هستن و یالها مقدار مشابهت رو دارن نشون میدن. اگر دو تا نود داروی مشابهشون، داروی متناظرشون با هم مشابه باشن توی ماتریس مشابهت، با یک یال با وزن بالا به هم متصل میشن. ایده اینه که بیایم اطلاعات همسایگی رو از یک گراف به گراف دیگه منتقل بکنیم و این کار رو انقدر انجام بدیم تا به یک گرافی همگرا بشیم که گراف همگرا شده عملا داره سیمیلاریتی میتریکس حالت ترکیب شده این دوتا رو نشون میده. چجوری این اطلاعات همسایگی رو منتقل میکنیم؟ یک یال دلخواه رو توی یکی از این گراف ها در نظر بگیرین. دوتا اند پوینت این یال رو در نظر میگیریم و همسایه های این دوتا اند پوینت رو توی گراف اصلی به دست میاریم. بعد میایم توی گراف دوم میبینیم این همسایه ها چقدر به هم دیگه متصلن. اگه زیاد متصل بودن اون یال رو قوی میکنیم، یالی که اول بهش نگاه کردیم رو قوی میکنیم. اگه زیاد متصل نبودن یالو تضعیف میکنیم. این باعث میشه که اطلاعات همسایگی از یک گراف به یک گراف دیگه منتقل بشه. و من اگه این کار رو چند بار انجام بدم در هر دو راستا، در هر دو جهت، هم از گراف یک هم از گراف دو، اطلاعات همسایگی رو توی گراف اصلی میتونم دیفیوز بکنم. ایده اصلی این روش اینه. حالا فرمالیزمش و ایکویشناش چیا هستن میشه رفت نگاه کرد، ولی داریم یه جوری اطلاعات همسایگی رو منتقل میکنیم. پس من میتونم با استفاده از اینها بیام ماتریس مشابهت بین کامپاوندها رو به ازای مومانهای مختلف با هم ترکیب کنم و یک ماتریس مشابهت ترکیب شده به دست بیارم. سوالی که وجود داره اینه که من چند تا مومان رو باید در نظر بگیرم؟ مومان اول، دوم، آیا مومان سومم خوبه در نظر بگیرم؟ مومان چهارمم خوبه در نظر بگیرم؟ چند تا مومان باید برم جلو؟ برای اینکه به این سوال جواب بدیم یک مدلی برای پاپولیشن هامون نیاز داریم، یک مدل آماری برای پاپولیشن هامون نیاز داریم. توی این مسئله خاص نشون داده شده که GMM گاوسیان میکسچر مدل یک مدل خوب برای داده های ما هستش. به عبارتی داده ها هر ساب پاپولیشن واقعا میشه به شکل یک توزیع گوسی چند بعدی بهش نگاه کرد و بنابراین وقتی ساب پاپولیشن های مختلف داشته باشم یک گاوسیان میکسچر مدل داره. من باید اون تعداد مومانی رو انتخاب بکنم که اصطلاحاً سافیشنت استاتیستیک هستش برای گاوسیان میکسچر مدل. سافیشنت استاتیستیک یعنی چی؟ یعنی یه استاتیستیکی که از روی یک تابعی که از روی داده ها محاسبه میکنم
و تمام اطلاعات لازم برای پیشبینی پارامترهای مدل رو به من میده. حالا سافیشن استاتیستیک توی حالت گاوشن میکسچر مدل چیه؟ این سوال جواب دادن بهش راحت نبود تا اینکه این مقاله‌ای که توی بخش بالای اسلاید بهش اشاره شده چاپ شد. کلن گاوشن میکسچر مدل ها رو با استفاده از روش اکسپکتیشن ماکسیمیزیشن ترین میکردن، پارامترشون رو به دست میبردن، تا اینکه این مقاله چاپ شد و نشون داد نیاز نیست از اکسپکتیشن ماکسیمیزیشن استفاده کنیم، میشه به شکل کلوزد فرم مراکز گاوشیان ها رو به دست آورد. این مقاله داره میگه که اگه من سه تا مومان اول رو، مومان اول، دوم و سوم رو در نظر بگیرم، این سه تا مومان کافیه برای اینکه بتونم مراکز این گاوشیان ها رو کامل به دست بیارم، به شرط اینکه تعداد داده هایی که استفاده میکنم، تعداد نمونه هایی که استفاده میکنم، تعدادشون زیاد باشه. پس یه جواب برای اینکه سافیشن استاتستیک تو حالت گاوشیان میکسچر مدل چیه؟ اینه که سه تا مومان اول اگر تعداد داده ها زیاد بشن. بنابراین من با فرض اینکه تعداد سلول کافی توی پاپولیشن هام دارم میتونم به سه تا مومان اول نگاه کنم. ولی ما به مومان سوم نگاه نکردیم به خاطر اینکه تعداد فیچرهایی که داشتیم حدود 1500 تا بودن. بنابراین مومان سوم که یک تنسور سه بعدی هستش تعداد خیلی زیادی المان داره که عملا داده های ما کافی نیست برای اینکه بتونه یک استیمیشن ریلایبل از این به دست بیاره. بنابراین ما تو همون مومان دوم رفتیم، ولی میدونیم خیلی اوضاع بد نیست، فقط یه مومان رو کپچر نکردیم. این نیستش که مثلا 10 تا مومان دیگه واقعا لازم بوده و من اونا رو در نظر نگرفتم. و همینطور یه ایده میده که اگه من بعداً خواستم یه آزمایش طراحی بکنم که به من اجازه بده مومان سومم رو در نظر بگیرم تا این کار یه مقدار کار دقیق تری باشه. ولی با چیزایی که فعلا داشتیم مومان دوم رو در نظر گرفتیم. برای ارزیابی اینکه چقدر این پروفایلی که داریم تشکیل میدیم پروفایل خوبی هستش، اومدیم به مسئله دستبندی مکانیزم داروها نگاه کردیم. خب ما هر دارویی که داریم تست میکنیم یک مکانیزمی داره، یک روش عملی داره رو سلول‌ها که ما هدفمون اینه که اون مکانیزم رو کشف بکنیم. حالا فرض بکنیم برای یک مجموعه دارو من مکانیزمشون رو با استفاده از روش‌های دیگه میدونم، توی لیتریچر وجود داشته و من مکانیزم رو میدونستم. حالا میخوام بیام نگاه بکنم ببینم داروهایی که توی نمایش جدید، توی پروفایل جدید با هم دیگه خیلی کورلیشن بالایی دارن، آیا مکانیزم یکسانی هم دارن یا نه. به عبارتی اگه من جفت داروها رو سورت بکنم بر اساس کورلیشن بین پروفایلشون، آیا اون چیزایی که سمت چپ تصویر مشاهده میشن به شکل معناداری مکانیزمشون یکسان هست نسبت به اون کسایی که در سمت راست مشاهده میشن یا نه. مشابه همون پلاتی که نشونتون دادم، انریچمنت پلاتی که نشونتون دادم، میخوایم انریچمنت رو به دست بیاریم. روی سه تا دیتا ست ما این کار رو انجام دادیم که هر سه با مکانیزم یکسانی تصویر برداری شدن و میزان انریچمنت رو اومدیم روی محور عمودی نشون دادیم. روی محور افقی اومدیم این رو در نظر گرفتیم که به چه تعداد جفت کامپاوندی که کورلیشنشون بالاست نگاه بکنیم، چند درصد از این کامپاوند ها رو بهشون نگاه بکنیم. هرچی این درصد رو بیشتر بکنیم، در واقع داریم به تعداد بیشتری کامپاوند که کورلیشنشون بالاست داریم نگاه میکنیم. روش قرمزران روشی هستش که این سه تا روش رو با هم دیگه ترکیب کرده، یعنی میانگین، پراکندگی و کوواریانس رو با هم دیگه ترکیب کرده. و روش صورتی رنگ روشی هستش که با استفاده از مین پروفایلینگ به دست میاد. تو بعضی از حالات‌ها می‌بینیم مارجین خیلی زیادی وجود داره، ایمپروومنت مارجین خیلی زیادی رو برای ما ایجاد می‌کنه و واقعاً سیگنیفیکانت هستش. این سه تا کرو رو به آزمایش گذاشتیم، به آزمایش آماری گذاشتیم و دیدیم واقعاً سیگنیفیکانت هستن، پی والیوهاشون واقعاً سیگنیفیکانت هست. و به ازای یکی از مکانیزم‌ها، مکانیزم ادرنرژیک ریسپتور آنتاگونیست، اومدیم نگاه کردیم و به داروهای تو این مکانیزم نگاه کردیم. داروها رو اینجا با نقاط نشون دادیم و دو تا دارو رو به هم متصل کردیم. اگر توی اون نوع داده خاص اینها کورلیشن بالایی با هم داشته باشن، خب ما انتظار داریم تو حالت ایدئال همه این نقاط به هم وصل باشن. چرا؟ چون همشون مکانیزم یکسانی دارن. ولی توی داده‌های مختلف، توی پروفایل میدین
بعضی از اینا به هم متصل شدن. تو پروفایلی که با استفاده از پراکندگی به دست اومده بعضی های دیگه متصل شدن، تو پروفایل کوواریانس بعضی های دیگه. به نظر میاد اینا با هم مکملن و وقتی اینا رو با هم ترکیب میکنن با استفاده از روش سیمیلاریتی نتورک فیوژن که توی تصویر سمت چپ نشون داده شده، یه کاورج بهتری روی ارتباط بین داروها به دست میارن. این مثال رو در واقع انتخاب کردیم برای اینکه نشون بدیم واقعا این انواع پروفایل ها با هم دیگه مکمل هستن و سیمیلاریتی نتورک فیوژن میتونه از این مکمل بودن استفاده بکنه، یک راه حل خوب باشه برای اینکه این اطلاعات رو با هم دیگه ترکیب بکنه. خیلی ممنون از توجهتون و اگه سوالی باشه در خدمتتون هستم. خیلی ممنون.